معمولا وقتی شما وارد یه پرورشگاه پر از بچه میشید انتظارتون اینه که اونجا پر از سر و صدا باشه مثل صدای حرف زدن، گریه کردن یا بازی کردن ولی تو پرورشگاه های زمان چاوشسکو با وجود اینکه همه بچه ها بیدار بودن ولی هیچ صدایی شنیده نمیشد حتی صدای گریه تعداد تخت ها اونقدر کم بود که سه نفری روی یه تخت افتاده بودن اونم بیحال بیحال اینا خاطرات روزنامه که بعد از انقلاب رومانی به پرورشگاه های دولتی که توسط چاوشسکو تأسیس شده بود سر زده بود و اینا رو گفته بود. پرورشگاهی که حتی روی کمپ های هیتلر هم سفید کرده بود. تا سال 1989 که دیکتاتور رومانی چاوشسکو تیربارون شد، بیش از 20 هزار کودک در بیش از 50 پرورشگاه مخفیانه رومانی در سکوت خبری جون خودشون را از دست دادند. جنایت بزرگی که چاوشسکو کرده بود تازه بعد از مرگش افشا شد تو این ویدیو میخوایم راجع به این بچه هایی که کشته شدن و در ادامه راجع به بچه هایی که تو این پرورشگاه ها زنده موندن و به جامعه راه پیدا کردن صحبت کنیم با ما همراه باشید داستان از اینجا شروع میشه که در رومانی و در زمان حکومت دیکتاتوری چاوشسکو به دلیل نبود امکانات اولیه زندگی جمعیت رومانی شدیداً کاهش پیدا کرده بود. از طرفی هم چاوشسکو اعتقاد داشت که رشد جمعیت باعث رشد اقتصادی میشه. برای همین در راستای افزایش جمعیت جلوگیری از بارداری و سقط جنین رو ممنوع اعلام کرد. در رومانی پلیس مخفی تمام زنهای حامله رو شناسایی میکرد و تا زمان به دنیا اومدن بچه هاشون اونا رو تحت نظر داشت. در مدارس و دانشگاه هم هیچ آموزش جنسی داده نمیشد و فقط زنها رو تشویق میکردن که مادرهای فداکاری بشن و بچه های زیادی به دنیا بیارن. حتی اگر کسی به هر دلیلی بچه نداشت باید به دولت جریمه پرداخت میکرد. همین کارا باعث شد که تعداد بچه های متولد سالهای 1967 تا 1977 خیلی زیاد بشه. در اون سالها رومانی در بدترین شرایط خودش قرار داشت. مدت ها بود که برق مردم قطع می شد گرمایشی از کار افتاده بود و قحطی و بیماری باعث شده بود که خیلی از بچه ها پدر و مادرشون رو از دست بدن و از طرفی خیلی از پدر و مادرهایی که هنوز زنده بودن نمیتونستن غذای کافی در اختیار بچه هاشون قرار بدن پس اونا رو از بچگی به پرورشگاه های دولتی میفرستادند به این امید که اونجا جون سالم به در ببرن و وقتی بزرگتر شدن بیان و ببرنشون تعداد این کودکان از 100 تا 500 هزار نفر تخمین زده شده برنامه حکومت برای اسکان این بچه ها به این صورت بود که از تولد تا سه سالگی اونا توی مرکزی نگهداری می شدن و از سه سالگی به بعد بچه ها رو قربالگری می اونایی که سالم بودن به مراکز آموزشی فرستاده می شدن که با وجود شرایط بد حداقل یه غذای بخور نمیری داشتن ولی اونایی که کوچکترین مشکل یا معلولیتی داشتن رو تو بیمارستان روانی و در پرورشگاه های مخصوص نگهداری میکردن برای همین شرایط برای بچه هایی که معلولیت داشتن به مراتب از بچه های دیگه بسیار بدتر بود پرستارایی که از این بچه ها مراقبت میکردن هم هیچ گونه آموزشی ندیده بودن و هیچ نظارتی هم بر روی عملکردشون نبود چون حکومت مشغول تفتیش عقاید مردم و از بین بردن مخالفاش بود و دیگه برای این کارا وقت نداشت. اونا به بچه ها مواد خواباور و اعتیاداور می دادن تا آروم باشن و سرصدا نکنن و استفاده از سرنگ های غیر استیلیر به مرور زمان باعث شیوع ایدز در بین بچه ها شد. تو بعضی از پرورشگاه ها بچه ها رو به تخت می بستن یا با لباساشون میبستنشون و یه روز کامل بازشون نمیکردن. این باعث شده بود بچه ها تو جایی که هستن دستشویی کنن و برای همین روی بچه ها پر بود از حشراتی که مدام نیششون میزد. وضعیت این بچه ها حتی تو برخی پرورشگاه بدتر هم بود و اونا در کسیفترین وضع ممکن توی قفس نگهداری می شدن. از لحاظ فیزیکی و پزشکی هم هیچ رسیدگی به بچه ها نمی شد. و اونایی که بیمار می شدن حتی در اثر بیماری های صدحی مثل کمخونی یا آب مرواری می مردن. یکی از پرستارا در جواب خبرنگار که ازش پرسیده بود چرا بچه ها رو به بیمارستان منتقل نمی کنید گفت که به خاطر اینکه هیچ بیمارستانی این بچه ها رو قبول نمی کنه. خبرنگار می پرسه خب چرا قبول نمی کنه؟ و جواب می که به خاطر اینکه اینا برای کسی مهم نیستن و واقعا هم برای کسی مهم نبودن. نه پدر مادری در کار بود و نه حمایت دولت همونطور که قبلا گفتیم به خاطر اینکه چاوشسکو از پس هزینه سوخت کشور بر اومد برق و سیستم گرمایشی رومانی مرتب قطع می شد. شرایط گرمایشی و غذایی پرورشگاه هم مثل تمام نقاط کشور وحشتناک بود و تازه بدتر تمام این شرایط و کمبود غذایی شدید باعث شده بود که خیلی از بچه ها از تو پرورشگاه اصلا زنده بیرون نمی اومدن و اونایی هم که زنده میموندنم هم مغزشون کامل رشد نکرده بود بعضی از اونها حتی بلد نبودن غذا رو بجون چرا چون همیشه یه غذای سوپ مانندی داشتن که کمی از سوپ سفتر بود که اونم توی سطل بهشون میدادن اونا دستشون رو میکردن توی سطل رو دستشون رو لیس میزدن شاید اون دسته از بچه هایی که جونشون از دست میدادند راحت می شدن. چون اونایی که زنده می موندن حتی اسم خودشون هم نمی دونستن. تو پرورشگاه ها بچه ها رو با شماره هاشون صدا می زدن و همین باعث شده بود بچه ها تعریفی از نام و نام خانوادگی هم نداشته باشن. بعد از انقلاب رومانی خیلی از این بچه ها از پرورشگاه ها فرار کردن و از اون جایی که جایی برای زندگی نداشتن بعضی هاشون برای زندگی به ایسکاهای مترو و زیرزمین پناه بردن. برای همینم هم کم کم مردم بهشون بچه های زیرزمینی هم میگفتن. بچه هایی که نه آداب معاشرت بلد بودن نه تعریفی از روابط اجتماعی و فرهنگ و تمدن داشتن. این بچه ها زندگیشون هم با گدایی و دستفروشی تو خیابونا میگذروندن. بعد از انقلاب رومانی خیابونای بخارس، پر شده بود از این بچه ها بچه هایی که انگار از یه کره دیگه اومده بودن با توجه به اخبار و عکس و فیلم هایی که از این بچه ها به سراسر دنیا مخابره شد کم کم خیریه های زیادی توجهشون به رومانی جلب شد و سلبریتی های معروف صدای این بچه ها رو به دنیا رسوندن مثلا زوج خواننده معروف هریسون ها یه آلبوم به نام درخواست فرشته های رومانی رو به این بچه ها تقدیم کردن و در سال 2001 فیلمی به نام بچه های زیرزمینی در آمریکا برای بچه هایی که فرار کرده بودن و در مترو زندگی میکردن ساخته شد و به مرور مردم از همه جای دنیا برای نجات این بچه ها شروع به کمک کردند. پایان این قصه تلخ کمی شیرین بود ظرف چند سال بعد بچه های زیرزمینی تحت حمایت و درمان قرار گرفتند و تمام پرورشگاه های قبلی هم تعطیل شدن و جاشون رو به پرورشگاه های استاندارد دادن و این داستان بچه های زیرزمینی رومانی بود